سرخط خبرها و مهمترین ها، رستوران‌ها و مهمانخانه‌ها در میمنه در اعتراض به مالیات سنگین طالبان اعتصاب کاری کردند. عربستان سعودی برنامه آنلاین برای آموزش موسیقی را اندازی کرد. آلمان پس از چند ماه وقفه 200 افغان دیگر را از پاکستان به این کشور منتقل کرد و همچنان در پایان خبر ناخوشایند و حادثه ناخوشایند به جبهه مقاومت به رهبری احمد مسعود. مشروع خبرها منابع از میمنه مرکز ولایت فاریاب به افغانستان انترنشنل خبر دادند که مالکان رستوران ها، مهمانخانه ها و دکان ها در اعتراض به مالیات سنگین طالبان اعتصاب کاری کردند. معترضان میگویند آنان توانایی پرداخت مالیات وضع شده توسط طالبان را ندارند. یکی از باشندگان ولایت فاریاب با فرستادن فایل صوتی گفت که مغازه ها و مسافرخانه های شهر میمنه به دلیل فشار مالیات های سنگین طالبان فعالیت های تجاری خود را متوقف کرده است. این اعتصاب کاری از روز سه شنبه 22 عقرب آغاز شده است. با گفته این باشنده فاریاب، شرایط اقتصادی و مالیاتی در حد دشوار شده است که بسیار از کسب و کارها توان ادامه فعالیت را ندارند. وی تاکید کرده است که کسب و کاران قادر به پرداخت این مالیات های سنگین نیستند. مالک یک رستوران در پیام گفته که پارسال 250 هزار افغانی مالیات پرداخت کرده است، اما امسال این مبلغ به 700 هزار افغانی افزایش یافته است. با گفته این مالک رستوران، او توانایی پرداخت این مبلغ را ندارد. وی افزود که هیچ نهاد یا مسئول حاضر به پاسخگویی در این مورد نیست. عربستان سعودی برنامه آنلاین برای آموزش موسیقی را اندازی کرد. کمیسیون موسیقی عربستان سعودی از یک پلتفرم آنلاین مبتنی بر هوش مصنوعی برای آموزش موسیقی را نمایی کرد. این کمیسیون دولتی که 4 سال قبل برای حمایت از هنر موسیقی ساخته شد، این برنامه را نخستین پلتفرم نوآورانه موسیقی در نوع خود در جهان خوانده است. کمیسیون موسیقی عربستان اعلام کرد این پلتفرم برنامه‌های آموزش موسیقی و نواختن آلات موسیقی عربی و غربی را با روش‌های مختلف یادگیری ارائه می‌دهد. این برنامه شامل دوره‌های متنوع آموزشی برای سطوح مختلف و ویدیوهای آموزشی است که با بهره‌گیری از آخرین فناوری‌ها تهیه شده است. این ابتکار در حال صورت می‌گیرد که در افغانستان گروه طالبان موسیقی را به عنوان عمل مغایر با شریعت اسلامی ممنوع کرده است. آلمان پس از چند ماه وقفه 200 افغان دیگر را از پاکستان به این کشور منتقل کرد. رسانه های آلمانی گزارش دادند که حدود 200 پناهجوی افغان روز پنجشنبه از اسلام آباد به آلمان منتقل شدند. شبکه MDR آلمان نوشت که این پناهجویان از همکاران سابق نیروهای آلمانی در افغانستان بودند. رسانه های آلمانی گزارش دادند که این پناهجویان به عنوان مترجم یا راننده برای آلمان در افغانستان کار میکردند. بر اساس جزئیات که ارائه شده، این پناهجویان پس از خروج ناتو از افغانستان از دست طالبان فرار کرده و به پاکستان پناه بردند. گفته شده است که در میان پناهجویانی که به آلمان منتقل شدند، زنان نیز حضور دارند و از پنجشنبه به میدان هوایی آرتفورت آلمان رسیدند. پناهجویان افغان به محض ورود توسط کارکنان اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان آلمان مورد استقبال قرار گرفتند. پس از فروپاشی دولت پیشین افغانستان، حکومت فدرال آلمان متعهد شده بود که ماهانه 1000 افغان در معرض خطر را به خاک خود منتقل کند. با این حال روند انتقال افغانهای در معرض خطر با تأخیر فراوان انجام شده است. گزارشان نشان می‌دهد که وزارت خارجه آلمان درخواست شمار از افغان‌های در معرض خطر را پذیرفته بود، اما پس از وقوع چند رویداد امنیتی در این کشور با ارسال ایمیل‌های به مهاجران افغان در پاکستان از درخواست بسیار از آنها خبر داده است. طالبان یک فرمانده جبهه مقاومت ملی را در بغلان بازداشت کردند. منابع ملی در بغلان میگوید که حاجی عبدالرحمن، یک تن از فرماندهان جبهه مقاومت ملی افغانستان، در اندراب از سوی استخبارات طالبان در این ولایت بازداشت شده است. منابع روز جمعه گفتند که حاجی عبدالرحمن روز پیش در شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان بازداشت شده است. طبق اظهارات منابع، این فرمانده جبهه مقاومت هنگام شناسایی و سپس بازداشت شده که به دلیل بیماریش نزد دکتر مراجعه میکرد. با گفته منابع، او از چند به این سو بیماری پایدردی داشت. جبهه مقاومت ملی و طالبان تاکنون به گونه رسمی در این مورد چیزی نگفته است. گفتنی است که حاجی عبدالرحمن در تابستان 1401 محمد زمان پسرش را در درگیری با طالبان در اندراب از دست داده بود.
آوارگی دائمی. دولت ایران باید به کرامت انسانی پناهجو احترام بگذارد. مهاجرت مردم افغانستان به ایران از زمان داود خان شروع شده است. عصر که پس از یک دوره آرامی وارد گردابی از مشکلات و درگیری ها و نزاع‌های بی پایان شد. از آن زمان تا کنون که نیم قرن می‌گذرد، نه خونریزی در کشور توقف پیدا کرده و نه چرخه مهاجرت مردم افغانستان به ایران باز ساده است. در این پنج دهه دولت ایران گاه با پیشانی نسبتاً باز و گاه با ترشویی با این مهاجران برخورد کرده است. بسته به وضعیت داخلی ایران و روابطش با دولت‌های افغانستان با مهاجران رفتار کرده است. پیش از این دولت‌هایی که توسط اصولگرایان رهبری می‌شدند نسبت به دولت‌هایی که به اصلاح طلبان وابسته بودند برخورد خشن‌تر با مهاجران افغانستان داشتند. از دوره‌های نسبتاً خوبی که مهاجران افغانستان در ایران به خاطر دارند، دوره ریاست جمهوری سید محمد خاتمی چهره برجسته جریان اصلاح طلب بوده است. اخیراً اما زیاد تفاوت در مواضع دولت‌های اصولگرا و اصلاح طلب در قبال مسئله مهاجرت در کل و مهاجران افغانستان به خصوص وجود نداشته است. در این میان دولت تحت رهبری مسعود پزشکیان که از جبهه اصلاح طلبان می آید بدترین و شنیترین رفتارها را با مهاجران اهل افغانستان داشته است. رفتاری که دولت آقای پزشکیان با مهاجران دارد با سیاست‌های باقی رؤسای دولت از جبهه اصلاح طلبان در تضاد است. پیش از بیکار آمدن پزشکیان نیز اوضاع مهاجران افغانستان در ایران چندان تعریفی نداشت. دولت آقای ابراهیم رئیسی نیز رفتار بسیار خشن و نادرست با این مهاجران در پیش گرفته بود. پس از مرگ او نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ایران روی مسئله مهاجران مانو رفتند. پزشکیان هم آن زمان از اکمال سارکشی مرز میان افغانستان و ایران سخن گفت تا جلوی ورود مهاجران به ایران گرفته شود. او این سیاست را حالا دنبال میکند و مقام های ایرانی گفتند که تا نیمه سال آینده کار سارکشی به پایان میرسد. در دولت آقای پزشکیان تعداد از ایرانی ها که بخش از آنها پسوندهای مانند روزنامه‌نگار نیز دارند براندازی کارزارهای آنلاین ضد مهاجران افغانستان ناشایسترین و رکیکترین الفاظ توهین‌آمیز و دشنام را در مورد آنها به کار میبرند و از دولت ایران میخواهند که مهاجران افغانستان را اخراج کند. ظاهرا دولت پزشکیان از تاثیر این افراد به دور نبوده است. در اصل حکومت پزشکیان بر مهاجران افغانستان در خط مرزی گلوباری می شود و جان ده‌ها تن گرفته می شود. هرچند گلوباری و کشتار انسان‌های بیگناه و آواره پیش از این نیز توسط دولت ایران ارتکاب می یافت، اما در دولت پزشکیان تجدید شده است. در این دولت خانه‌های مهاجران افغانستان ویران شده، بر خانه‌های آنها حمله شده و حتی دختران مهاجر افغانستان توسط گروهی از مردان ایرانی صرف به دلیل هویت خود در جاده‌ها مورد اهانت و تحقیر قرار گرفته و لاتکو و شکنجه شدند. از کمپین های توهین‌آمیز در فضای سایبر تا خشونت کلامی و فیزیکی در جاده ها و تهاجم نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی به خانه های مهاجران و همچنان گلوله‌باری آنها، هم رفتارهای خلاف اصول انسانی و همسایه‌داری است.